ایران فردا سوم آبان ماه 1401 شاهد وقوع خورشید گرفتگی کسوف خواهد بود و تا 5 سال آینده چنین اتفاق مشابهی در این کشور رخ نخواهد داد. به گفته منابع محلی این خورشید گرفتگی جزئی خواهد بود و از حدود ساعت 13:30 شروع و تا حدود ساعت 16 پایان می‌یابد و در تمام ایران رخ می‌دهد، اما با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست. مصرف غذا در ساعت‌های پایانی شب باعث افزایش وزن و ابتلا به دیابت نوع 2 می‌شود. وبسایت دیلی ساینس به نقل از پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن نوشت مصرف غذا در ساعت‌های پایانی شب می‌تواند ریتم و آهنگ بدن را مختلف کرده و باعث تجمع بافت چربی در بدن شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران در دیدار با وزیر حمل و نقل سوریه راه‌های توسعه همکاری و هماهنگی بین تهران و دمشق در زمینه انتقال زائران و تسهیل ورود آنها به دو کشور را مورد بررسی قرار داد. دو طرف در این دیدار همچنین بر لزوم انجام اقدام‌هایی که به صنعت گردشگری دینی کمک می‌کند و تسهیلات ارائه شده از طریق وسایل نقلیه به ویژه هوایی و خدمات فرودگاهی و تلاش برای کاهش هزینه‌ها و ارائه برنامه‌ها در خطوط حمل و نقل اشاره کردند. صدیق الله نصرت رئیس اداره مهاجران افغانستان اعلام کرد که در مهر ماه سال جاری 34188 تن از مهاجران افغانستان از طریق مرز ایران وارد کشور شدند. گفتنی است بعد از روی کار آمدن سنی‌های تندروی طالبان بیش از 1 میلیون شهروند افغانستانی از دست نیروهای طالبان فرار کرده و به ایران مهاجرت کردند. مشکل غذا در صرف‌های مدارس فرانسه به یک معضل برای بسیاری از والدین دانش آموزان مسلمان تبدیل شده است. برخی شهرداران در این کشور با استناد به تفسیر خود از سکولاریسم تصمیم گرفتند منوهای جایگزین در صرف‌های مدرسه ارائه نکنند.